عزیزان کاربر، در این درس میخوام راجع به ابزاری براتون صحبت بکنم به نام اسلایس که کارش برش دادن گوشه های مختلف عکستون هست، ولی بسیار متفاوت نسبت به ابزار دیگری که یاد گرفتید به نام کراپ عمل میکنه. این ابزار رو موقعی ازش استفاده میکنید که عکستون رو میخواید توی وبسایت ها ازش استفاده بکنید. البته ما بخشی رو راجع به درست کردن وبسایت ها به توسط فتوشاپ خواهیم داشت، ولی اینجا من مجبور هستم که ابزارها رو به تب موقعی که بهتون درس میدم این ابزار رو هم یه مقدار خیلی کوتاه راجع بهش صحبت بکنم و شما رو آشنا بکنم با طرز کار این ابزار بسیار جالب. برای دریافت کردن این ابزار، چون از سری ابزارهای کراپ هست، مطمئنا بایستی بر روی حرف سی بر روی کیبوردتون فشار بدید که اگه یک بار فشار بدید ممکنه کراپ رو بگیرید. دو مرتبه که فشار بدید ابزار اسلایس رو دریافت میکنید. البته اگر شیفت رو میدونید که توی پرفرنسز دیسیبل کرده باشید و از کار انداخته باشید، در غیر این صورت بایستی شیفت سی رو بزنید، یا اینکه بیاد اینجا کلیک بکنید و دومین گزینه اسلایس تول رو انتخابش کنید. همینجوری که میبینید شبیه به یک چاقو میشه این نشانگر ماوس شما و به راحتی میتونید کار برش دادن عکستون رو شروع کنید. ببینید چقدر ساده. من میام این گوشه از عکس رو کلیک میکنم، نگه میدارم، حرکت میدم. دقیقا مثل رکتانگولار مارکی میتونید که شیفت رو نگه دارید تا اینکه مربع بشه، الت رو نگه دارید که اونجا که کلیک کردید مرکزش بشه. دقیقا مثل رکتانگولار مارکی عمل میکنه. من میام یه گوشه رو سوا میکنم، حتی اجازه بدید یه مقدار بیرون انتخابش بکنم. پس از اینکه رها کردم میبینید که یه سری عدد و این علامت آیکون عکس میاد و بعد هم دورش بهتون اجازه میده که کوچک و یا بزرگش کنید. اجازه بدید زوم کنم، نزدیک بشم، میارمش بالاتر یه مقداری که دقیقا هم جایی که میخوام باشه. کنترل صفر تا اینکه همه عکس رو ببینم. به همین سادگی دیدید که من یک گوشه از عکسم رو انتخاب کردم. حالا کنترل نگه میدارم، دابل کلیک میکنم، کنترل نگه میدارم برای اینکه ابزار بعدی رو در این دسته سلایس سلکت رو انتخاب بکنم، آن فلای، که حالا در درس بعدی باهاش کاملا آشنا خواهید شد. پس از اینکه انتخابش کردم دابل کلیک میکنم و بعد اینجا میگم که موقعی که این عکس رو به صورت یک وبسایت آنلاین کردم، اگر بر روی این قسمت عکس کلیک شد کجا بره. اجازه بدید یک آدرس براش بنویسم، مثلا گوگل، فرق نمیکنه. اجازه بدید که تارگت هم مشخص بکنیم. اونایی که کد HTML بلد هستن میدونن که اگر اینجا بنویسید بلانک، موقعی که کلیک میکنید اون یوزرتون یا کاربرتون از اون صفحه بیرون نمیره و براش یه دونه دیگه اینترنت اکسپلورر باز میشه، حالا یا براوزری که داره استفاده میکنه، در نتیجه توی همون صفحه شما میمونه و به تب این آدرس رو براش جداگونه باز میکنه. من میزنم بر روی اوکی. به همین سادگی کار تموم شد. کافیه برم توی فایل بگم save for web and devices. این رو البته کاملا بهتون درس میدم چگونه ازش استفاده بکنید. اینجا خیلی ساده سعی میکنم که بهتون بگم چیکار کنید. من PNG رو انتخاب میکنم، مخصوصا PNG 24 رو که هم کیفیتش خیلی خوب هست، همین که ترانسپرنسی ها رو قبول میکنه، همین که از نظر سایزی کوچیک هست، گزینه خیلی خوبیه برای وب. و بعد میزنم سیو. اینجا انتخاب میکنم HTML and images. حواستون باشه که images only و html only نباشه، حداقل برای اولین باری که میخواید انجام بدید. بذارید تو همین دسکتاپ نگهداری کنم. برام خیلی مهم هست که این اسمش بشه ایندکس، چرا که وقتی گذاشتمش توی وبسایتم توی سرورم رفتم آپلودش کردم، دیگه لزومی نداره که اون کاربر بیاد بنویسه مثلا آدرس، البته دامین من هست میهن من نقطه کام، دیگه مجبور نمیشه که بنویسه میهن من نقطه کام سلش و بعد اسم این فایل رو بنویسه. ایندکس نقطه html به صورت اوتوماتیک توی سرورها دیده میشه. به همین علت انتخابش میکنم. اگه بیشتر میخواید راجع به این فایل ها بدونید، من درسایی رو دارم برای ساخت وبسایت، میتونید برید اونجا توی آموزگار نقطه کام ببینید. سیوش میکنم. بله، میبینید که کار تموم شد. اگر اینجا بیام دابل کلیک کنم بر روی این فایل، میبینید که عکسم رو به صورت یک وبسایت درست کرده.
اینجا اگر بیام تبدیل به دست میشه، میبینید که دست میشه. اگر از اون قسمتی که انتخاب کرده بودم بیام بیرون، از دست بودن بیرون میاد. اونجایی که دست هست اگر کلیک بکنم، صفحه google.com برای ما باز میشه. حالا البته برای اینکه بتونم اینو آپلودش بکنم، میام وارد ویندوز اکسپلورر میشم، میگم که FTP و بعد میهن من .com، یوزرنیم پسوردم رو باید سی بزنم تا اینکه برم توی میهن من .com. و تنها کاری که انجام میدم این هست که این فایل و عکس هایی که درون این فولدر هست، این عکس ها همون عکس اصلی ما هست، فقط برش داده شده هستند و به صورت اتوماتیک این کار انجام میشه. این فایل و فولدر رو بایستی کپی کنم بفرستم توی سایتم. عرض میکنم اگر بلد نیستید که عکستون رو بفرستید روی سرور، کافی است که برید درس های ساخت وبسایت من رو توی آموزگار.com ببینید. حالا اگر برم توی صفحه اینترنتی و بعد بنویسم میهن من .com وارد بشم، عکس آپلود شد و موقعی که اینجا کلیک بکنم گوگل برای من باز میشه، به همین سادگی. اجازه بدید چند تا تریک دیگه هم بهتون یاد بدم. مثلا اجازه بدید اینجا رو کاری کنم، موقعی که کلیک میکنن مردم روش، میدونید که بایستی کنترل نگه دارم دابل کلیک کنم، به جایی که برن توی آدرس به خصوصی بتونن به من ایمیل بدن، میزنم mail to و بعد دو تا نقطه. این رو اجازه بدید بزنم info@amuzegar.com. البته این ایمیل وجود نداره، برای این نوشتمش که متاسفانه اگر ایمیل اصلی خودمو بنویسم، قبلا این کارو کردم، انقدر ایمیل دریافت میکنم که عملا ایمیلم بسته میشه و امکان استفاده ازش رو ندارم. در نتیجه این ایمیل اصلا کار نمیکنه، لطف کنید به این ایمیل ایمیل ندید و بعد هم اوکی میکنم به همین سادگی. اجازه بدید سیوش کنم. به جایی که برم توی فایل و بعد بزنم save for web، میتونم control shift alt s رو با هم دیگه فشار بدم. من بهشون میگم یه مشت کلید s، به دلیل اینکه تمام کلیدهای control shift alt رو با هم دیگه نگه داشتید و بعد بر روی s زدید. و بعد همون png save میذارمش روی همون، در نتیجه دابل کلیک میکنم بر روش، میگه روش میخوای بذاری؟ بله yes. و بعد اجازه بدید که برم تستش کنم. حالا میدونید که اگر اینجا کلیک بکنم به صورت اتوماتیک مایکروسافت آوتلوک برای من باز شد و من میتونم که ایمیل بدم، این ایمیلم به صورت اتوماتیک اینجا نوشته میشه، که میدونید که الان در حقیقت توی دسکتاپ من هست. برای اینکه من بتونم به میهن من .com بفرستمش، مجبور هستم که دو مرتبه برم اینجا و آپدیت بکنم، در حقیقت فایل ها رو دو مرتبه بفرستم اینجا که بتونم روی میهن من .com ازش استفاده بکنم. من اجازه بدید که یه صفحه دیگه باز کنم، میهن من .com. من اینجا هم میتونم بیام کلیک بکنم و به صورت اتوماتیک مایکروسافت آوتلوک باز میشه و عمل رو انجام میده. اجازه بدید برگردیم اینجا. برای اینکه بتونید یه دونه از این اسلایس ها رو، این برش ها رو که دادید پاک بکنید، کافی است انتخابش بکنید. البته بهترین ابزار، بعدن یاد میگیرید، عرض کردم توی فیلم بعدی، ابزار اسلایس سلکت تول هست، به دلیل اینکه بایستی هستن از اون ابزار استفاده بکنید که بتونید کار تغییرات رو انجام بدید. ولی حالا به صورت موقت کنترل رو نگه دارید، میتونید هر کدوم از اینایی رو که درست کردید رو انتخابش بکنید و بعد روی دیلیت بزنید تا اینکه پاک بشه. اگر اینکه بخوام همه رو پاک بکنم، میتونم بیام بگم view و بعد بگم clear slices، همه رو پاک میکنه. اگر بخوام از روی لایه ها کمک بگیرم، مثلا فرض کنید M رو بزنم و بعد اینجا رو سوا کنم، انتخابش کنم در حقیقت با rectangular marquee، control C کپی کنم و بعد کنترل وی، میدونید که لایه جدید به وجود میاد که فقط همین قسمت درنش وجود داره. اگر بیام اینجا و لایه جدید رو به وجود بیارم و لایه رو انتخاب بکنم، میتونم بیام اینجا لایر و
بعد بگم new layer based slice، همجوری که میبینید slice رو، اون برش رو بر روی حساب پیکسل هایی که درون این لایه هست برای ما انجام داد. میام view میگم که clear بکنه، حتی این لایه هم اجازه بدید پاکش کنم. گزینه های بعدی اجازه بدید که براتون توضیح بدم. میتونید استایل نرمال رو استفاده کنید، یا یعنی اینکه بگید aspect ratio به خصوصی، نسبت ها رو اینجا بنویسید مثلا 2:1 هر چند که دوست دارید، یا یعنی اینکه fixed size رو انتخاب بکنید که بلد هستید یک سایز به خصوص رو انتخاب کنید. اگر بخواید که به توسط گاید ها یا راهنماها اسلایس رو درست بکنید، اول بایستی راهنماها رو به وجود بیارید. شما درس راهنما رو خواهید داشت، درس گاید رو خواهید داشت. اجازه بدید خیلی کوتاه براتون توضیح بدم. کنترل آر رو با هم دیگه فشار میدم تا اینکه رولر یا خطکش بیاد. میتونستید البته وارد ویو بشید و بعد بگید رولرز، و پس از اینکه اومد میتونم بر روی خطکش بالایی کلیک کنم، نگه دارم، حرکت بدم، گاید اولم رو بیارم بالای مثلا این صفحه اصلی بذارم، یکی دیگه بیارم پایینش میذارم، روی این خطکش کلیک میکنم، حرکت میدم، اینجا رو انتخاب میکنم، یه بار دیگه انتخابش میکنم، و پس از اینکه اومدم اون جایی رو که دوست داشتم، حالا البته میتونم جای دیگه هم اون راهنما یا گاید رو بذارم، کافیه بر روی این کلید بزنم تا اینکه اونجا رو انتخاب کنه. البته ضمناً بقیه جاها رو هم برای شما انتخاب میکنه که میدونید میتونید پاکشون بکنید اگر لازمشون ندارید، و امیدوارم از این درسم استفاده کافی رو برده باشید.